بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون تنزيل آية إن الذين فرغوا دينهم شيعا در تفسیر کاشف این چنین آمده است که بهترین وجهی که من خوندم در تفسیر آیه همان است که صاحب تفسیر المنار گفته است که منظور از ان الذین فرقوا اهل کتاب است و خداوند مسلمین را هشدار می‌دهد و تحذیر می‌کند از فتنه اختلاف. این بحث مبسوطاً گذشت که آیه مطلق است و شامل مشرکین، اهل کتاب، مسلمین همه خواهد شد. ولی منظور آن است که اگر یه نکته خوبی در تفسیر المنار بود و مورد تعجب صاحب تفسیر الکاشف قرار گرفت، لذا گفتن به این که خیر ما قرأتو یا احسن ما قرأتو همان است که در تفسیر المنار است، اون نکته ضعف و شر ماقرعتور هم باید می گفتن که بدترین چیزی که در تفسیر من خوندم همه از این تفسیر المنار است که اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ شِيَعًا اون را بر شیعه امامیه تطبیق کرده است و پیدایش شیعه را یه مذهب سیاسی دانست که کم کم تدریجا یه مذهب دینی شده است. در از آن است که اگر یک نقطه قوتی بود که دیگران رو گفتم، نقطه ضعف هم درش هست که دیگران از تفسیر اون نقطه ضعف مسئولند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود من جا بر حسن افرا و اشرام سالها و من جا بر سیه افرا یوزا لامسته ها در دو بخش وعده و وعید سخن فرمود. بخش اول که مربوط به وعده است انجازش یقینی است، چون خلف وعده قوی است و قوی از ذات اقدس اله محال است که یمتنی و ان الله است نه یمتنی و ان الله. یقینا خداوند به وعده خود وفا میکند. این مطلب اول که من جا بالحسنه فرو اشرام ساله هم گرچه به صورت خبر هست ولی به دایی انشاء القا شده وعده است. منظور از این حسن چیست؟ روایات ما سه طایف است. بعضی از اونها گفتین که کسی روزه مستحبی گرفت، مهمان کسی شد، مهموندار او را به نهار دعوت کرده است، او برای ادخال سرور در قلب صاحب خانه روزش را افطار بکند، این مشمول حسن است. طایفه دوم که اکثری روایات باب را تشکیل میدن همانن که بفرمایی کسی ماهی سه روز روزه بگیرد، اولین پنجشنبه ماه و آخرین پنجشنبه ما و چهارشنبه وسط. در بعض از نقل‌ها احیانا به عکس آمده است. هر کسی ماهی این سه روز روزه بگیرد، اون وحر و کینه و گناه و غبار دل را با این سه روز روزه گرفتن شستشو میکند و این مصداق آیه مبارکه من جا بر حسن فلو اشرام ساله است. طایفه سوم روایاتی است که جریان حسنه را ولایت اهل بیت در این سلام می‌دانند و سیئه را عداوت این خاندان. البته هر سه طایفه حق است برای اینکه اینا مثبتانند و بیان تطبیق است به تفسیر. و اما مهمترین نکته در این طایفه سگانه نصوص همان است که حسنه را به ولایت تطبیق کرده است، برای اینکه در سوره مبارکه شورا آیه 23 مطلبی دارد که تطبیق حسن بر ولایت آسان خواهد بود. اصل اون آیه 23 سوره شورا این است که ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی الغربا من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. در این آیه مزد رسالت را مودت قربا پیامبر و اهل بیت علیه السلام می‌داند. بعد فهمد به من یقترف حسنتا، این به خوبی نشون می‌دهد که منظور از این حسنه در این کریمه مصداق کاملش همون ولایت اهل بیت است. لا اسألکم علیه اجرا الا مودت القربا و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا. البته اینجا هم تصدیق است نه تفسیر، ولی تطبیق بر یک شاهد داخلی است. بارزترین مصداق حسنه هم ولایت خاندان پیغمبر علیه السلام است.
و مدتی که در اینجا مزد رسالت قرار گرفته است همون ولایت است. چون اگه کسی خدا را کرده ولایتی اینها را نداشته باشد، صرف دوستی عاطفی که معیار نیست، دوستی دینی که اینها را دوست داشته باشد به عنوانی که اینها ولی امر مسلمینه، وگرنه ولایت اینها را نپذیرد چه دوستی دارد؟ مثل دوستی قوم خویشی خودش خواهد بود، اون دیگه نمیتواند اجر رسالت پیغمبر باشد. آدم پسر خود، برادر خود، مادر خود، پدر خود را دوست دارد، این که اجر رسالت پیغمبر نیست. این گونه از دوستی های عاطفی نقشی ندارد، اون دوستی های عقلی و ولایی و دینی است که میتواند اجر رسالت باشد. تناسب حکم موضوع هم اقتضا میکند که اون دوستی عقلی معیار باشد، نه دوستی عاطفی. پس این سه طایفه نصوصی که در زیر این آیه وارد شده است، اون هم قابل جمع اند و بالاترین مصداقش هم برابر آیه 23 سوره شورا همون جریان ولایت اهل بیت علیهم السلام خواهد. مطلع بعدی که در بحث دیروز هم اشاره شد آن است که معیار در سنجش حسنات و سیئات در قیامت این نیست که کسی در دنیا کار خوب یا کار بد کرده باشد. ممکن است در دنیا کار خوب کرده باشد ولی آثارش از بین برده باشد، یا کار بد کرده باشد ولی با توبه، عنایت، شفاعت و مانند آن او را از بین برده باشد. بلکه منظور آن است که کسی در دنیا کار خوب کرده باشد و این کار خوب را همچنان حفظ کرده باشد تا قیامت آورده باشد که من جاء بالحسنه. چه این که منظور آن است که کسی کار بد کرده باشد، این کار بد را با توبه، شفاعت، مانندهاش و شستشو نکرده باشد و در صحنه قیامت با سیئه آمده باشد. اگر چون که به وسیله شفاعت، توبه و مانند آن گناه او شستشو شد، این آیه حاکم بر اون آیه است که من یعمل مثقال ذره شرا یره. چه این که اگر کسی کار خوب کرده باشد و در اثر غیبت یا امثال غیبت اثر کار خوب خود را از بین برده باشد و کار خوب او به دیگری منتقل شده باشد، باز هم این مضمون حاکمه بر اون آیه است که من یعمل مثقال ذره خیرن یره. چون حکومت گاهی به لسان اثبات موضوع است، مثل التواف و بالبیت سلاتون، گاهی به لسان نفی موضوع است، مثل لا ربا بین الوالد والولد. دلیل حاکم گاهی توصیه میدهد دلیل محکوم را به لسان اثبات موضوع نظیر التواف و بالبیت سلاتون، گاهی هم تضییق میکند دائره دلیل محکوم را به لسان نفی موضوع مثل لا ربا بین الوالد والولد. اگر دلیل آمد گفت حسنات غیبت کننده به دیوان عمل غیبت شده نوشته می شود، این حاکم بر من یه عمل مثقال ذره خیرن یره. و اگر دلیل آمد که ناظر به شفاعت از توبه است، که شفاعت توبه به مانند اون باعث می شود که گناهی کرده از بین برود، این حاکم بر اون آیه است که من یه عمل مثقال ذره شرن یره. عمده آن است که انسان با حسنه وارد قیامت می شود، با سیئه وارد قیامت می شود. مطلع بعدی آن است که در باره حسنه خدا وعده چهارگانه در طوائف اربع داد است که بحثش در دیروز اشاره شد. آیاتی که وعده پاداش الهی را در باره حسنات افاضه می کنند چهار طایف است. یکی این که اگر کسی کار خیر انجام بدهد، من جاء بالحسنه فلو خیر منها، که در آیه 84 سوره مبارکه قصص آمده است. اونجا که فرمود من جاء بالحسنه فلو خیر منها، خیر برو دو برابر یا سه برابر باشد خیر است، برو کمتر از ده برابر باشد. اما اون چی که در آیه محل بحث است این است که من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها. این عشر امثالها با اون خیر و منها به حسب ظاهر هماهنگ نیست، برای اینکه این عشر امثالها نشون میدهد که حتما ده برابر است. اون خیر و منها کمتر از ده برابر هم شامل میشود، لکن این گونه از امور مطلق و مقید چون مثبتانن و در صدد بیان فضل الهیان هرگز معارض هم نیستند. مطلب بعدی آن است که این عشر امثالها اگر چون چه رقم خاص باشد، با اون چه که در سوره مبارکه بقره آمده است که خدا یکی را به 1400 برابر عطا می کند، با اون هماهنگ است. ولی اگر چه اون چه منظور از این عشره ناظر به کثرت درجات و از آف فضل داری باشد، یعنی خدا چندین برابر می دهد، حد مشخصی را بیان نکرده باشد،
این با اون آیه سوره مبارکه بقره که همون مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل با اون مخالف نیست، برای اینکه این ناظر به کثرت است، با اون کثرت 1400 برابری هم میسازد. و اگر احیانا منظور از این عشره خود عشره باشد، نه ناظر به کثرت، بازم ما عارض با آیه سوره بقره مانند اون نیست، برای اینکه اینا مثبتات هم یه جا هم فهمه 10 برابر، یه جا هم فهمه 1400 برابر، یه جا هم بیشتر. سرش آن است که درجات خروج فرق میکند، مورد نیاز فرق میکند. یه وقت است که اون حسنه مورد نیاز جامعه است، احدی نیستم که قیام به اون کار بکنم. خب در اینجا اثر اون حسنه خیلی است. گاهی هم حسنه با کمال اخلاص انجام میگیرد، اثرش هم خیلی است. یعنی که احیانا گفته میشود حسنات الابرار سیئات المقربین، این است. یه وقت یه حسنی است که اگر یکی از افراد ابرار انجام بدهد درجه مخصوصی دارد، ولی اگر همون را مقربین انجام بدهند درجات برتری نصیبشون میشود. معرفت اونها، اخلاص اونها بیشتر است، بهرن درجات اعمالشون بیشتره. و خداوند چه از سوره مبارکه آل عمران چه از سوره مبارکه انفال به تعدد درجه اشاره کرده است. فرمود لهم درجاتون که در سوره انفال هست. قبلا هم مراد فرمودید این درجات برای انسان اول حال است، بعد ملکه است، بعد منزله فصل مقبله وجودی به هویت خواهد بود، نه ماهیت. جایی میرسد که خود انسان این درجه میشود که برابر سوره آل عمران بود هم درجاتون، نه لهم درجاتون. چون حسنات ابرار سیئات مقربین است، پس اگر یک کاری را مقربین انجام دادن و به عنوان حسنه محسوب شد، البته درجات برتر و بیشتری دارد. لذا آیه‌ای که فرمود در سوره قصص من جاء بالحسنه فله خیر منها، یا اون چی در آیه محل بحث فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یا اون چی در سوره مبارکه بقره آمده است که مثل حبت انبتت سبع سنابل، و چه اون چه که در سوره مبارکه زمر آیه 10 آمده است که از همه اینها بالاتر است، اینا قابل جمعن. در آیه 10 سوره زمر چه این آمد؟ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربهم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. به قدر ذات اقدس اله به صابران فیض میداد که به حساب در نمی آید. نه بی حساب است، نه اینها حسابی ندارند، نه همه حساب دارند یک، و کار خدا هم برابر نظم حساب است دو. اما به غیر حساب یعنی اونقدر عطای الهی زیاد است که به حساب در نمی آید، وگرنه کسی از حساب مسئول نیست. در اوائل سوره مبارکه اعراف که انشاءالله رو در پیش داریم، اونجا فهمود که فَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلِ اِلَيْهِ وَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ما مرسل و مرسل اله را سوال میکنیم، از همه میپرسیم، همه زیر سوال هم بالاخره. بنابراین اصل سوال، اصل حساب برای همه هست، منطق به خدا نسبت به برای بعضی از سریع الحساب هست، با آسانی حساب اونها بررسی میکنن. خب پس این که فهمود به غیر حساب، نه معنیش نیست که اینا حساب ندارن یا کار خدا معاذ الله بی حساب هست، بلکه به این معناست اونقدر فضل خدا نسبت به اینها زیاد است که به حساب در نمی آید. پس این چهار طایفه از این جهت قابل جمع هستند چون مثبتات هستند. این اجمال بحث درباره وعده الهی. اما درباره وعید که فرمود من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها، این چون وعید است، ممکن است ذات اقدس اله اصلا عفو بکند. اگر کسی عفو کرد دیگر در قیامت این شخص با سیئه نمی آید. بر فرض هم با سیئه بیاید، ممکن است در قیامت مشمول شفاعت بشود و عفو بشود. لذا مخالف با این آیه نخواهد بود، چون این آیه انشاست، وعید است، نه خبر. این چه این نیست که خدا بخواد خبر بدهد که اگر کسی سیئه کرد حتما به اندازه سیئه کیفر می بیند. گرچه جمله جمله خبری است، ولی به دایی وعید و انشاء القا شده است و ذات اقدس را داره تهدید میکنند. ممکن هم از عفو بکنند. چه در آیه سوره شورا قبلا خوندیم ما اصابکم من مصیبتین فما کسرت ایدیکم و یعفو عن کثیر، خدا از بسیار از لغزشها عفو میکند.
حالا یا در دنیا عفو میکند یا در احتضار عفو میکند یا در برزخ عفو میکند یا در ساحل قیامت عفو میکند. وقتی عفو کرد دیگه حاکم است بر ادله دلیل من یعمل مثقال ذره که ارشد رنگ یره، برای این که عفو الهی باعث میشود که این عمل انتصابش از عامل قطع بشود و بگوید حتی این عمل او نیست. خب این که فرمود من جا به سیه فلا یجزا الا مثلها، اون جاییست که عفو نکرده باشد. اگر جایزا تقدس الا عفو کرده باشد، عفوش برابر حکمت هست. وقتی عفوش برابر حکمت بود، عفو نکردن در اونجا مناسب شأن خدا نیست. لذا در اون بخش صادق است که برخی از مفسران اهل معرفت گفتن که من جزاء سیئتین سیئت مثلها، اونجا دیگه الا ندارد. یعنی اگر ذات اقدس اله بخواهد برای سیئه کیفری قائل بشود و عبدش رو برنجاند، اینم سیئه است. خب ببینید این هرگز به طور عادی به ذهن نمی آید. اون چیزی که به ذهن می آید این است که جزای سیئه، کیفر سیئه، یه عملی است که به حال این شخص سیئه است و یسوعه و مثل او معادل او. اما وقتی از جنبندی آیات به این نتیجه می رسید که بعضی از موارد ذات اقدس اله عفو می کند و عفو او هم برابر حکمت است، معلوم می شود اگر عفو نکند و خلاف حکمت خواهد بود می شود سیئه. لذا در اون گونه از مواردی که عفو خدا حکمت است، کیفر خدا می شود سیئه. لذا جزا و سیئتین سیئت و مثلها، جزای بد را به بدی دادن بد است بالاخره. جزا یعنی همون کیفر در اینجا، چون جزا یعنی پاداش که نیست. مثلا داد که فلا یجزا الا مثلها، یعنی کیفرش مثل اوست. و معنای آیه این است که کیفر سیئه سیئه است. و این از باب مشاکله گفته شده. در حقیقت جزا سیئه حسنه است، سیئه نیست. و اگر گفته شد سیئه، برای اینکه نسبت به اون کیفر یاب سیئه است، یسوعهو نسبت به مجرم حسن است. وگرنه ان الذین اتقوا کانوا من الذین اتقوا یضحکون. در زیر این آیه اون روایت هست که مؤمنین در قیامت خوشحالن که از تبهکاران انتقام گرفته می شود. اینا خیلی قهقه می خندن که انا من المجرمین منتقمون عمل شده است. خب پس این که گفته می شود سیئه است، به حال خود تبهکار سیئه است که یسوعه، وگرنه فی نفسه عدل الهی است، عدل که سیئه نیست. اما اون جایی که ذات اقدس اله حکمت را در شفاعت می‌بیند، مصلحت را در عفو می‌داند، عفو می‌کند. حالا کسی اشتباهی کرده ولی پسری او آمده در میدان جنگ شربت شهادت نوشیده، دین را یاری کرده، ذات اقدس اله به برکت شهادت پسر ممکن است از پدر شفاعت کند و از لغزش او صرف نظر کند. در این گونه از موارد دیگه سیئه او را جزا نمیدن، عفو میکنن. و اگر چونچه بخواهند به سیئه او جزا بدن، یعنی کیفر کنن، این هم سیئه. خب این معنی دوم به آسانی به ذهن نمیاد. معنی که به ذهن میاد این است که جزای سیئه مثل خود سیئه. و سیئه گفتنش هم از باب مشاکله است، وگرنه خود این کار حسن است چون عدل است و به حال خود اون شخصی که تبهکار است سیئه است. خب و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. اما مواردی که الا دارد و حالا اون اشاره میشه به خواست خدا، و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، در خصوص سیئه است که به مثل تهدید شده است، یعنی محدود به مثل است. وگرنه در هیچ جای قرآن درباره حسنه به مثل تهدید نشده. اون چیزی که در سوره مبارکه عمه سارون داشت که جزاء وفاقا، اون در خصوص سیئه بود. وگرنه حسنه این چیزی نیست که وفاق و موافق حسنه باشد، معادل حسنه باشد، نه، گاهی از آف مضاعف بیش از اوست. اون جزایی که موافق عمل است، جزاء وفاقا، این خصوص سیئه است. در خصوص جزاء وفاقا که در زیر آیه سوره عمه سالون است و همچنین جزاء سیئت سیئت مثلها که در جای دیگر است، یا من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها که در اینجاست، یه نقد مشهور شده است که گاهی مثلا ما میبینیم
ذات اقدس اله در برابر یک کار یک کیفر تلخی رو تحمیل میکند. میفرماید اگه یک روز روزه گرفتی 60 روز باید به عنوان کفار روزه بگیری. یا یک ساعت اگه کسی که ورزید مثلا نعوذالله کافر شد و بعد از کفرم مرد، یا 70 سال کافر بود یا کم داره بیشتر، برای ابد میسوزن. این جزا مثل عمل نیست، موافق عمل نیست. مانند غافل از این که عمل رو همون تأثیرات نفسی اثر دارن. و کفر یک ساعته که انسان کافر بشه معاذالله بعد بمیره، اثر این کفر یک ساعته همون عذاب ابد است. چون روح که مجرد هست اگه تیر شد برای همیشه تیر است. انسان تا زنده است میتواند این روح را مهذب و مصفا کند، و اگر نکرد و تیره شد این تیرگی برای همیشه میماند، چون دیگه نظیر کارهای بدنی نیست که از بین برود. البته سیئات بدنی کیفر محدود دارد، اما سیئات قلبی و اعتقادی ثابت است. وقتی ثابت شد دیگه زمان بردار نیست، همیشه هست، برابر با اون ثباتی که دارد همیشه عذاب ببیند. اینی هم که در بعضی از نصوص تحلیل شده است، این که ائمه علیهم السلام فرمودند این شخص نیتش این بود که اگر تا ابد زنده بماند معصیت کند، با اینکه نیت گناه گناه نیست، همه بر معصیت معصیت نیست، بازگشتش به این است که این شخص یک تیرگی ثابتی پیدا کرده و از بین نمی رود، لذا کیفرش هم از بین نمی رود، که در بحث خروج گذشت. پس بنابراین اگه کسی بگوید مثلا در کفاره زهار 60 روز باید روزه بگیرد، ولی اگر یک بنده آزاد کند، این یه بنده آزاد کردن معادل اون 60 روز گرفتن. یا در کفاره ماه رمضان از یه طرف میگن 60 روز روزه گرفتن، از یه طرف میگن نه، حالا 60 روز نشد یه بنده آزاد بکنی کافی. خب چطور یه بنده معادل با 60 روز روزه گرفتن است؟ غافل از این که ارزش این اعمال، خصوصیت این اعمال یه چیز روشنی نیست که عقل درک بکنه. کلیش عقل درک میکنه، اما جزئی این که آیا واقعا یک روز روز خوردن ماه رمضان معادل با 60 روز روزی گرفتن هست یا نه، او رو که عقل درک نمی کند. حرمت ماه رمضان ایجاب بکند که به جای یک روز روزه دار عمدی 60 روز انسان کفاره بدهد و ماننده. پس این از این جهت محذوری ندارد. من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. این هم ضمیرش هم به من جاء بالحسنه برمی گردد، هم به من جاء بالسیئه، اختصاصی به اخیر ندارد. نه مؤمنین مظلوم قرار می گیرند و نه کافران و تبهکاران. این حذف متعلق هم دلیل بر عموم است. لذا در سوره مبارکه نساء گاهی فرمود به این که اینا لا یظلمون فتیلا، گاهی فرمود که لا یظلمون نقیرا. فرمود به این که مؤمنین به اندازه فتیل مظلوم نخواهد بود. در قبل از سوره مبارکه نساء بحثش گذشت که اون چرا که انسان با دوتا انگشتش تاب میدهد و بعد به دور میاندازد، این مفتول را میگن فتیل. نقیر هم همون چیزیست که مرغ با منقار خود بر می دارد، یک گنجش با منقار خود بر می دارد. ذات اقدس اله به اندازه فتیل، به اندازه نقیر و مانند اون به احدی ظلم نمی کند. این ظلم نه برای کسانیست که جا بر حسنه، نه برای کسیست که جا به سیئه، اما نسبت به جا به سیئه واضح است که هرگز خداوند بیش از مقدار معصیت او به کیفر نمیدهد. نسبت به حسنم بینشین است، حق کسی را ضایع نمی کند ولو به اندازه فسید یا نقیب. البته تفضلی که میخواد ذات اقدس را اعمال کند، اون تفضل فرق کند. اگر جز مقربین باشد فضلش بیشتر است، و اگر جز ابرار باشد فضلش کمتر است. والحمدلله رب العالمین.